حفظ و یادگیری لغات یکی از مهمترین بخشهایی که بیشتر بچه های زبان آموز باش درگیری دارن نمیدونن آقا چجوری لغت یاد بگیرن چجوری استفاده کنن همین اول کاری بگم برای اینکه ما بتونیم یه دونه اسپیکینگ خوب یه مکالمه خوبی داشته باشیم دو تا بخش نیاز داریم اولیش گرامر زبان انگلیسی قواعد زبان انگلیسی دومیش لغاته یعنی از این اهمیت برخورده که اگه تو لغات بلد نباشی نمیتونی خوب اسپیکینگ کنی دیدی خیلی هم میگن دایر گرامرم خوبه میتونم جمله سازی انجام بدم ولی دایره لغتم کمه نمیتونم لغت زیادی استفاده کنم اگه تو گرامر بلدی ولی لغات بلد نیستی مفت نمیارزه توی این جلسه از آموزش زبان انگلیسی میخوایم بریم راجع به این صحبت کنیم که چجوری لغات رو حفظ کنیم خب صرفا فقط حفظ کردنش که زیاد جالب نیستش هم بتونیم یاد بگیریم هم بتونیم استفاده کنیم خیلی همون مثلا 100 تا لغت بلدیم هزار تا لغات بلدیم ولی بلد نیستیم چجوری استفاده کنیم توی این جلسه همش رو قراره با هم کار کنیم اولین قدمی که ما باید انجام بدیم با یه لغت جدید برخورد میکنم میخوام یاد بگیرمش حفظش کنم و استفادهش کنم اولین کاری که باید انجام بدیم بفهمیم که how to pronounce چجوری تلفظش کنیم اون لغات رو ببین خیلی از لغات هستن که تلفظهای عجیب غریبی دارن خب باید تلفظش رو یاد بگیری ببین حتی تلفظ از معنی اون کلمه خیلی مهمتره یعنی تلفظش توی اولویت باید قرار بگیره ها یعنی شما اگه لغت رو بلدی یعنی میدونی چجوری ولی بلد نیستی درست حسابی تلفظش کنی به نظر من اصلا خوب نیستش من لغت رو بلدم معنیش رو بلدم کج و تلفظ میکنم جالب نیستش اولین کاری که ما برخورد با یه لغت جدید باید انجام بدیم اینه که پرناون یا اون تلفظ کلمه رو کامل یاد بگیریم خب مثلا کلمه اداپت اداپت به معنی چیه به معنی وقف دادن خودمون توی یه شرایط مختلفی خیلی از بچه ها می میخونن اداپت اداپت یعنی بین آ و ا تلفظ میشه اینا رو باید خیلی بهش تلفظش رو دقت کنی خیلی باید بهشون دقت کنی اولین کاری که شما با برخورد با یه دونه لغت باید انجام بدی تلفظشه دومین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بیایم ببینیم آقا گذشته اون کلمه چه جوری میشه حال اون کلمه چه جوری میشه آینده اون کلمه چی میشه مثلا فقط کلمه نه فعلم هم همینطور مثلا فعل ایت که به معنی خوردنه گذشتهش چی میشه آینده من بخوام از این فعل استفاده کنم چه جوری میشه این سه حالت حال گذشته و آینده کلمه رو بگیر بنداز توی جمله براش مثال بزن ببرش توی گذشته بیارش توی حال و ببرش توی آینده خب اون کلمه رو اینجوری باید یاد بگیری نکته بعدی شما اگه برای حفظ کردن مشکل داری مثلا خیلی از بچه میان میگن آقا ایت خوردن ایت خوردن خوردن ایت اشتباهه چجور اینجوری میخوای یاد بگیری بیا پنج تا مثال بر من بزن توی دفترت توی ذهنت پنج تا مثال بزن اون کلمه رو استفاده کن توی مثالات به مرور زمان اون کلمه یاد گرفته میشه اینجوری نباشه که هی بیای صد بار بگی ایت خوردن خوردن ایت ایت خوردن اینجوری اصلا نمیتونی تو یاد بگیری توی دفتر بنویس برای خودت مثال بزن از اون کلمه استفاده کن پنج تا مثال ده تا مثال بیست تا مثال هر چند تا دوست داشته باشی توی دفترت مثال بزن خب به جایی که نمیرسه مثال بزن تا اون کلمه رو راحت بتونی یاد بگیری خب نکته بعدی کلمه رو مثلا کلمه اپل رو یا همون فل ایت رو من میخوام یاد بگیرم حفظش میخوام کنم دیگه یه روش دیگه, دیگه که میتونی استفاده کنی اینه که اون لغت رو توی گوگل سرچ میکنی مثلا سرچ میکنم اپل میرم قسمت ایمیج ها قسمت تصاویر عکسش رو نگاه میکنم فقط صرفا نگاه میکنم میذارم رو عکس میگم اپل میذارم رو عکس بعدی میگم اپل این میتونه یه تصویرسازی توی ذهن من کنه که من هر موقع بخوام از اون کلمه استفاده کنم اون تصویر با بیاد همراه با اون کلمه یادم بیاد این میشه تصویرسازی بیشتر بچه ها میگن آقا من وقتی تصویر سازی میکنم همیشه یادم میمونه وقتی سرچ میکنم توی گوگل عکس ها رو نگاه میکنم یادم میمونه یه نکته دیگه شما توی فیلم و سریال اگه ببینی توی دیالوگ های مختلفی از اون کلمه استفاده میشه این میتونه خیلی فوق العاده باشه ببینی یه نفر دیگه از اون کلمه داره استفاده میکنه یه شخص دیگه داره از اون کلمه استفاده میکنه توی دیالوگ توی فیلم و سریال تو وقتی گوشت بشنوه به اون کلمه کلمه رو بلدی دیگه یاد گرفتی تازه یاد گرفتی مثلا همون ایت رو که میشه خوردن من تازه یاد گرفتم وقتی میبینم یه نفر دیگه توی مکالمش از این کلمه استفاده میکنه دیگه واقعا اون کلمه از یادم نمیره که نمیره باید توی دیالوگ های مختلف باشه دیگه من الان از فیلم و سریال از کجا بیارم یه سایت توی دیسکریپشن میذارم هر کلمه ای رو سرچ کنی هر کلمه و فری سرچ کنی تمام تیکه های فیلم های قدیم یعنی مثلا از سال 2010 تا الان که 2023 ایم میاره با سر که این کلمه توی اون دیالوگ استفاده شده دانلودش کن، سیفش کن، بزن هر موقع کلمه رو میخواستی حفظ کنی یا یاد بگیری از اون استفاده کن لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم یه سایت میری کلمه رو سرچ میکنی یا آلمه با سر تیکه های فیلم میاره که از اون کلمه استفاده کردن نکته بعدی برای اینکه ما بتونیم خیلی بهتر یاد بگیریم باید از اون کلمه استفاده کنیم You should use باید استفاده کنیم من وقتی کلمه ایت رو میبرم سرچ میکنم عکسش رو میبینم توی اون سایتی که گفتم میرم سرچ میکنم فی... توی دیالوگ میبینم براش ده تا مثال میزنم بعد تمام اینا ما میخوایم به چی برسیم بعد همه این کارا رو انجام میدیم میخوایم به چه نقطه ای برسیم میخوایم از اون کلمه استفاده کنیم دیگه اگه استفاده نکنی مفت نمیارزه که الکی داری کار انجام میدی استفاده کن چه جوری استفاده کنم آقا من که پارتنر زبان انگلیسی ندارم کسی نیست با هم انگلیسی صحبت کنه از این لغات استفاده کنم یه در با در و دیوار که میتونی صحبت کنی من الان دارم با گوشیم صحبت میکنم دیگه دارم با دوربین گوشی صحبت میکنم خب دارم با شما صحبت میکنم خیلی راحت یه بالشی متکای چیزی عروسکی چیزی بذار باش انگلیسی صحبت کن خب انگلیسی صحبت کن اون لغتم استفاده کن ببین من میگم جمله بندی بلدم ولی لغات بلد نیستم ده تا مثال توی طول روز یاد بگیر یه داستان واسه خودت یه حالا داستانی بیان کن یه داستان بساز همینجوری انگلیسی صحبت کن شروع کن به انگلیسی صحبت کردن از اون ده تا لغاتی که تو توی طول روز یاد گرفتی استفاده کن اینجوری میره توی لانگ ترم مموریت یا همون حافظه بلند مدتت خب یعنی صرفا اینجوری نباشه که من فقط یاد بگیرم استفاده کن حالا کسایی که دارن یادگیری دوروبرت دارن انگلیسی یاد میگیرن ما شاله خیلی این روزا دارن انگلیسی یاد میگیرن دوروبرت دارن انگلیسی یاد میگیرن برو باهاشون صحبت کن از اون لغت استفاده کن نکته بعدی کمتر بیشتر از ده تا لغت استفاده نکن یا بیشتر و بهتر اینجوری بگم که ده تا بیشتر یاد بگیری توی طول روز دیگه یاد نمیتونی بگیری یعنی یازدهمین لغت تو تو یاد نمیگیری زیر پنج تا یا زیر ده تا توی طول روز لغت یاد بگیریم حالا چرا؟ ببین وقتی من ده تا لغت یاد میگیرم خب باید تمام کارا رو انجام بدم برم تو گوگل سرچ کنم براش مثال بزنم همینجوری صرفا نباشه فقط حفظش کنم فرداش یادت رفته کمتر از ده تا حفظ کن هفتا هشتا یاد بگیر ولی یاد بگیر میدونی فرداش دوباره تکرار کن اون لغات رو فرداش دوباره یه نگاه بنداز یه مثال جدید براش بزن خب این میره توی مغزت کلا رفت تو مغزت حالا اگه تو استفاده کنی از اون لغت که دیگه کلا ماجراش فرق میکنه پس ها تمام این کارا مجموع این کارا رو انجام بدید که بتونین بهترین روش رو برای یادگیری لغت خودت پیدا کنی من خودم با دیالوگ یاد میگرفتم یعنی اگه یه دیالوگ توی فیلم و سریالی بود من خیلی سریع میتونستم یاد بگیرم در کنارش مثالم میزدم در کنارش استفاده هم میکردم از اون لغات یعنی اگه به مرحله ای برسی که بتونی از اون لغاتی که بلدی استفاده کنی توی مکالمه زبان انگلیسی خب اصلا یه کاری کنی که علکی از قصد استفاده کنی از اون لغات از قصد داری با یه نفر صحبت میکنی از قصد میری جلو که باش انگلیسی صحبت کنی از اون لغات استفاده کنی خب این واقعا میتونه خیلی فوق العاده باشه دایره لغتت رو اینجوری میتونی ببری بالا و اینجوری هم نیست بچه من بشینم هر روز 30 تا 40 تا لغت بخونم نه توی فیلم و سریال لغت در بیار توی کتاب های مختلف روزنامه های مختلف لغت در بیار ماشاءالله دورور اون پر از کلمات انگلیسیه یعنی یه نگاه میندازیم توی فضای مجازی و این ور و اون ور کلا لغات انگلیسیه کنجکاو شدی بدونی چیه یاد بگیر یه نکته دیگه ای که میتونم بهت بگم اینه که جمله رو اون لغات رو تو جمله یاد بگیری خب مثلا من میام میگم که I have many shirts یا لامی تیشرت دارم این منی میشه تعداد زیاد دیگه I have many shirts تعداد زیادی تیشرت دارم خب من معنی رو الان یاد گرفتم توی جمله اگه بتونی توی جمله یاد بگیری لغات رو این هم میتونه به نفعت باشه فیلم و سریال به خاطر همین میگن خوبه چون تو هم دیالوگ یاد میگیری هم جمله سازی یاد میگیری چجوری اون جمله رو بیان کرده هم جمله رو یاد میگیری هم تو جمله لغات یاد میگیری پس فیلم و سریال میتونه توی اولویت قرار بگیره سعی کن فیلم و سریال های مختلف فیلم و سریال های که دوست داری کمدی یا هر چیز دیگه که بیشتر مکالمه داشته باشه رو انتخاب کنی هم لغت یاد بگیری هم جمله یاد بگیری هم گرامر و قواعد یاد بگیری وقتی خب جمله بندی انجام میده من به صورت خودکار اون قواعد رو یاد میگیرم تمام اینا رو شما میتونی یاد بگیری خب هستش پس متوجه میشیم که آقا فیلم و سریال میتونه توی اولویت قرار بگیره خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردی حتما حتما لایک کن سابسکرایب یادت نره زنگوله بغل بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردن بهت خبر بده خیلی مخلصی